شما میشه در ارتباط به ای که در روز انترویوی حضوری وقت رفتین به ما بگوین شما را آدرس دادن، به کجا خواستن، شما انترویو حضوری در کجا سپری کردین، آیا تمام اعضای خانواده در عین روز رفتین انترویو حضوری دادین و یا یکی به روزهای جداگانه رفتین؟ به خاطر از اینکه تعداد فامیل ما زیاد بود، ما را به گرفتن به دو گروه تقسیم بندی نمودن که یک تعداد ما را بعد از اینکه انترویو تلفنی ما ختم شد در تاریخ 21، 5 روز بعدش یک گروه خواستن و 7 روز بعدش دیگه گروه خواستن، یعنی تفاوت بین دو گروه دو روز بودن. بسیار عالی. در دو گروه جداگانه ما را به انترویو حضوری خواستن. انترویو دومتان شما به دو روز جداگانه سپری کردین؟ بله. و شما به کجا مراجعه کردین؟ اول به کجا رفتین؟ باز بعدش به کجا رفتین؟ زمانی که انترویو تلفنی ختم شد، امروزی که اینا به خاطر انترویو حضوری به تماس شدن، بر ما گفتن که شما به این تاریخ، به تاریخ اگر اشتباه نکنم به تاریخ 30 بود فکر کنم، 30 دسامبر یا 30 نوامبر، 30 نوامبر، بله بله 30 نوامبر، یک گروه اول ما رو به 30 نوامبر خواستن که شما انترویو حضوری به انترویو حضوری بیاین. ما گفتن که آدرس دادن شتل سرویس، گفتن که یک روز یا دو روز پیش از انترویوتون ما دوباره همراهتان به تماس میشیم به خاطر آدرس دقیق که شما باید در کجا مراجعه بکنید. ببخشید، در ارتباط به همین شتل سرویس که نام گرفتین، بعض دوستای ما چون نرفتن معلومات بیشتر ندارن، میشه در ارتباط به اینکه در شتل سرویس چی اتفاق رخ میده؟ شما اونجا که میرین پذیرایی از شما چگونه است؟ در ارتباط به اینکه معلومات بدین به ما. اینا دوستای ما نیاز دارن معلومات داشته باشن. این ویدیو رو اگر بشنون، اینا گپای ما و شما رو بشنون، با ذهن پر میرن در اونجا. درست قبل از اینکه به انترویو حضوری میرفتن، گروپ اول ما امراشون به تماس شدند که شما باید در شتل سرویس ساعت 11 بجه باید اونجا حاضر باشین و برای از اینا بر ما حتی آدرس مسیج هم کردن که باید به این آدرس بریم، به کدام آدرس اشتباه نرویم. زمانی که اونجا رفتن به شتل سرویس اونجا مراجعه که نمودن، یک تالار است اونجا باید منتظر باشین تا که نماینده دفتر آیم ده، یک فرد از دفتر آیم میاید و اونجا امراشون لیست است، اسما را میخوانه، کسایی که اسمش بود پاسپورتاش را جمع‌آوری میکنه، آن پاسپورت ها رو جمع‌آوری کرده، سمایشان بودن کنم مشکل املایی نداشت پاسپورت ها یا با مولیس باید نامشان سر بخوره. بعد از او آماده می سازن، بعد وسایل اضافی که هست برای به پاکت های جداگانه می کنند، دو پاکت می دن. یک پاکت اسناد را باید جمع‌آوری شد و در پاکت دو معمول لوازم موبایل است و قبچق است و بعض چیزهایی که هست او را جدادانه که او را داخل سفارت اجازه نمیتنه، سرش رو لاک میکنه و اون صرف یکانه چیزی که همراه خود برده میتنین، فقط اونم یک اسناد است. بسیار عالی. در ارتباط به انتقال دادن اجناس و شی میخوای بس شما بپرسیم که شما میتونیم معلومات ابتدایی را در مورد اعضای خانواده مثل تاریخ تولد، چون عدد است معمولا یاد آدم نمیمونه، تاریخ تولد اعضای خانواده، اعضای درجه دوم خانواده، خاله، ماما، پاپا، اینا رو اگه یادداشت پیش خود بگیریم، یا مثلا بعضی دوستای ما اعضای خانوادهشون در خارج زندگی میکنن، آدرس از اون رو اونا از یاد ندارن، باید در روی کاغذ نوشته بکنن، آیا اجازه است که شما کاغذ انتقال بدین یک موضوع، این یادداشتایی که از قبل شما در کاغذ نوشته کردین اینو انتقال بدین به خود یک موضوع، موضوع دیگه که بعضی دوستای ما طفل دارن، اینا میتونن مواد خوراکی با خود انتقال بدن یا آب انتقال بدن، در ارتباط اگر شما تجربیاتتان با ما شریک بسازین. علاوه اسناد، هر قسم اسناد باشه، سرتیفیکت باشه، مثلا اوراق اضافه باشه، امرایتان راحت بسیار براحتی میتونن امرایتان انتقال بدن، فقط یگانه لوازمی که هست موبایل است و بعضی چیزای انگشتر است یا گوشواره است، این چیزا رو نمیتونه کس انتقال بده. و در مسئله بعدی که یاد کردیم، بخاطر تفلا گفتیم، بله بخاطر تفلا فقط یگانه چیزی که اجازه میدن طفل که خرد باشه شیر امراش اجازه میدن، امرا با پمپرس دیگه چیزی رو اجازه نمیدن، مثل آب و مثلا چپسک و کیک و این چیزا رو اجازه نمیدن، چرا که
در داخل خود سفارت یک کانتین داره که خب بسیار عالی، کانتین وجود داره، کانتین وجود داره. پر از شما بین مشخصا در ارتباط به انترویوی حضوری شما که رو در رو با کارمند اورسی شیشته بدین، در ارتباط به یکم معلومات بتین چند نفر از شما همزمان انترویو میگرفت و آیا واقعا کارمندای اورسی در ارتباط به جمع‌آوری معلومات ابتدایی همکار بود با شما یا نبودن؟ سلامت. زمانی که نماینده آیم ما را آماده ساختن، مدرشان آمدن ما را انتقال دادن به سفارت. زمانی که داخل سفارت شدیم اونجا ما را یک تالار بود، داخل تالار جای ترتیب داده بودن تا اینجا بنشینیم. زمانی که اونجا شیشتیم بعد از دو نماینده آمد، خواستن خود معرفی کردن کیس ورکر اسمش را گرفتن که من کیس ورکر تان هستم. بعض معلومات های من ترجمان برای ما ترجمه کردن، اینا را گفتن. و زمانی که اینترویو آغاز شد یک فرد خواستن به اینترویو، اما کسی که اینترویو را از ما میگرفت خارجی بود و کنار از او ترجمانش نشسته بود و یک فرد دیگه هم فکر کنم من جمله روانشناسا بود نشسته بود، سه نفر بودن. شخصا من قصه خودم میکنم که اینترویو را سپری کردم که در محالتی که بودم سه نفر بود، یک ترجمان بود، یک کسی که از ما سوال میکرد و دیگر روانشناس بود که صحبت نمیکرد. به حساب جمع‌آوری معلومات اینا فوق‌العاده هم کار بودن، خیلی همراه ما هم کاری کردن و خواستن از ما یک استوری بگیره او را بنویسه و در او استوری اینا خیلی نقش داشتن. هر جایش که ما تغییر میدادیم، هر کلمه را که میگفتیم یا جمله را که گفته بودیم پس دوباره میخواستیم او را تغییر بدیم تا آخرین مرحله را، و در آخر که ختم هم شد اونا دوباره هم استوری را که ما برشان قصه کرده بودیم این را دوباره میخواندن، میگفتن باز بپرسیم دایی اگر میخواین کدام تغییرات بیارین بگوین، چرا که این امی قصه را کردین، امی قایت را شما که کردین، این کل شما ترتیب تنظیم داریم بینه انتقال میتیم به یوس آفیسر که شما این امی چیزایی را که گفتیم باید در اونجا ازش دفاع بکنیم. این دفتر آرسی فوق‌العاده هم کار است با کسایی که در قبال انترویو فوق‌العاده هم کاری میکنن. بسیار عالی. در ارتباط به بایومتریک به ما معلومات بدین، آیا در انترویو دومی که شما به شکل حضوری انجام دادین با کارمند آرسی از شما بایومتریک گرفته شد، عکس گرفته شد؟ نه. و ببخشید بسیار زود میشه در ارتباط به اسنادی که نیاز است که باید یک اپلیکانت پیک و پیتو داشته باشه کدام اسناد است؟ ویزا و پاسپورت بر علاوه ازی که مهم است که ما چون در کشور سیومی هستیم، یا در ارتباط به ویزا و پاسپورت سوال ندارن، نکاح خط شد و کارت تولد شد و تذکره شد و این اسنادهایی که نیاز بوده میشه معلومات بدین؟ نه خیر، به حساب بایومتریک اشاره کردن، در انترویو اول از ما بایومتریک نگرفتن، فقط در انترویو اول اندازه خط بود همراه با عکس بود، دو قطع عکس گرفتن، یک قطع عکس با امو پیک نمبری که برای هر کس داده شده بود تخته نوشته بودن، اول یک تاکس با او گرفتن و یک تاکس هم عادی گرفتن. در انترویو اول سفارت ما صرف از ما عکس گرفتن، بایومتریک نشدیم در انترویو اول. و اشاره اول بعدی می بود که کدام اسناد نیاز است؟ اسنادهایی که نیاز بود زیادتر اینا، اما اسنادهای مهم پاسپورت است، تذکره است، کسایی که آرسی کرده باشه نکاح خط است و بیت سرتیفیکت که کارت تولد است. این چهار اسناد از جمله اسنادهایی هستند که هر شب ضرورت است باید همراه یک فرد باشه. خب فرض کنیم که بعض از آمدانای ما پاسپورت دارن، تذکره دارن، اما نکاح خط ندارن و یا ای که بیت سرتیفیکت ندارن، یا چی باید بکنن؟ آیا برن از سفارت بگیرن یا ای که بدون در نظر داشتن یا نداشتن نکاح خط و بیرت سرتیفیکت برن؟ کدام مشکل خوب برشان ایجاد نمیشم؟ من یک چیز یادآور شم که در قدم اول که زمانی که بار اول که امرای ما بتماس شده بودن از ما میره پرسیدن که شما گفتن که پاسپورت تذکره خود دارین، ما ایره تاییدیش دادیم، بر ما گفتن که کارت تولد دارین، باز ما گفتن کارت تولد داری گرفتیم اما به زبان دری است، ترجمه نکردیم، ترجمه نشده. باز گفتن خیر مشکل نیست، باز او رو همراهتان بیارید. اما کسایی که نکاح خط نداشتن اونا را به نظر شخصی من
فکر نکنم که مشکل ایجاد نمیشه باشه، مشکل ایجاد بکنه. شرکونه در این حساب بسیار همکار بودن، شاید که برای از اونا میگفتن که یک تاییدی از زمین ازدواجتان نشان بدین که شما واقعا زن و شوهر هستین، چرا که شما نکاحت ندارین. و اما به سرتفیکت که من برای از اونا ارائه کردم با اونا را به زبان دری بود، با توسط ترجمان ها داخل خودم سفارت بخش آیم مکمل بر سرتفیکت من را ترجمه کردم و اسناد من یک جای ساختم. خب به این معنی که اگر باشه فارسی هم باشه ترجمه میشه، به این معنی که نیاز بوده که ترجمه. بله بله بله. توصیه من به دوستای ما این خواد بود که اگر ندارن به سفارت مراجعه بکنن، بگیرن بهتر است از اینکه نداشته باشن. از اینکه نداشته ضرورت شد نشان بدن، و اگر ضرورت نشد خب نیز دیگه. بله، اما در حساب نکاحت اگر این خوبتر است که باید نکاحت از سفارت بگیرن. اگر به سرتفیکت نگیرن فکر نکنم اقدر مهمتر باشه، اما به نکاحت اینا زیادتر تاکید میکنن نسبت به کارت تولد. بسیار عالی. به دوستای ما یک توصیه هم بکنیم که به سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد اگر از ازدواج یک سال شده باشه، الا یک سال شده باشه نکاحت میتن، و اگر اضافه تر از یک سال باشه از زوجیت حد میتن. و خوشبختانه که اسامی اولاد ها هم در او زوجیت خط ذکر میشه. تشکر، یک جان سپاس. اگر از انترویو آرسی بگذاریم بریم سر انترویو اساسی که انترویو یو سی آی است یا مؤسسه یو سی آی است، میشه در ارتباط به ای به ما بگوییم که چند روز بعد از انترویو آرسی شما انترویو یو سی آی استان اسکیجول شد، و آیا اسکیجول از این انترویو تان ذریعه ایمیل بود یا ذریعه زنگ تلفن بود؟ چه رقم به ما معلومات بدین؟ تشکر از سوالتان. زمانی که گروپ دوم از خانواده ما انترویو حضوری را سپری نمودن، از انترویو که خارج شدیم بیرو برآمدیم که از فامیلا تماس گرفتند که امروز همراه ما تماس گرفتند به انترویو USIS یعنی انترویو سیم اسکیجول شدیم. تقریبا فاصله بین انترویو اول سفارت تا دوم سفارت که US آفیسر میگیره در حدود 5 روز فاصله داشت که ما انترویو سیم به دست آوردیم. ماشاءالله ماشاءالله، شما خوش شانس هستین. و هستن فامیلایی که یا هموطنهای ما که در اسلام آباد از ماها به طرف منتظر هستن، امیدوار هستیم بر از یام زنگ بیایه و تماس گرفته شود، یا از ذریعه پی آی سی یا آرسی پاکستان و یا هم ذریعه آرسی اردن، تا که همی تشویشی که دارن رفع شود. و یک شوخی بکنم که ما افغانا عادت داریم تا به خود ما چیزی نبیایه میگیم که اصلا هیچ کار شروع نشده، اصلا هیچ پروسه پیش نرفته، دولت امریکا ما را بازی میده با یک سه خبره که نشر میکنن. خوشبختانه که امروز شما را داریم و از تجربیاتتان مستفید میشیم. میشه در ارتباط با این که وقتی شما زنگ از طرف آرسی دریافت کردین که مصاحبه یو سی آی شما اسکیجول شده، بر ما بگوین که شما به کجا مراجعه کردین و آیا پس دوباره به سفارت رفتین یا ای که جای دیگه از شما انترویو گرفته شد؟ سلامت. زمانی که دوباره تماس گرفتن که شما به روز پنج شمه، امروز بود که روز پنج شمه شما بیاین انترویو سیومتان هستن، باز بعدا دوباره پاس ما رو به شتل سرویس خواستن. دمی شتل سرویس به ساعت 11 بجه باید روز پنج شمه حضور داشته باشین. تشکر بسیار زیاد. در ارتباط به اینکه انترویو شما وقتی با افسر یو سی آی اسکیجول شد و شما رفتین به انترویو در شتل سرویس و از جد دوباره به سفارت، میشه بر ما این معلومات بدین که مشخصا تمرکز افسر یو سی آی بالای کدام نوع سوالات بود و چی بر از او به نظرتون بسیار با ارزش بود که باید در جستجوی چی بود؟ سلامت. زمانی که داخل سفارت دوباره به خاطر انترویو سه دعوت شدیم رفتیم، ما رو به شخص هم که خودم هم من قصه خود بکنم، زمانی که من رو خواست به انترویو زیادتر تمام انترویو رو من میتونم به دو بخش تقسیم بکنم. یک بخش چی بود که مکمل سوال ها بود درباره خود شخص بود، چی کار میکردی، نام چیست، نام تذکری چیز یا نام های دیگه،
در کجا کار کردید، تاریخ تولد، بله تاریخ تولد و چقدر تحصیل داری بود. یک بخش شخصی از خود فرد بود، مثلا با کدام حزب سیاسی نبودی، نظامی نبودی، مکمل معلومات شخصی درباره یک بخشی بود. و بخش دوم زیادتر روی بالای از این میچرخید که تو چرا افغانستان ترک کردی، تو اگر دوباره افغانستان بری چی میشه، مثلا در منطقه خود نرو، برو در ولایت دیگه زندگی بکن، اینی چنان بود. و دیگه زیادتر بالای طالب بود که همیشه زیادتر از طالب ها سوال پرسیده میشد که طالب ها چی میکنن، چه قسم است، چی حالت است. مگر زیادتر تمرکزشان در سر می طالب بود، زیادتر این سوال ها را سر می پیچیدن. یعنی به نحو یک موضوع را با سوال های متفاوت تلاش میکنن که از پیش شما معلومات جمع آوری بکنن. و عمدترین سوال هم به نظر ما همین موضوع است که دوستان ما باید توجه بکنن. پیشتر هم یادآور شده ما که کیس با کیس فرق میکنن، تلاش بکنین که در جواب های سوال ها نهایتا شما کوتاه بگوین و آنچه که مرتبط با جواب شما نیست اصلا نیاز نیست که شما او را ذکر بکنین. و تلاش بکنین که قصه‌سازی و داستان‌سازی نکنین و آنچه که واقعیت است او را برشان بیان بکنین. آقا میشه در ارتباط به این که در انترویو USCIS با ایمتیک از شما گرفته شد یا عکس گرفته شده از شما یا عکس خواسته شده بود، چه رقم دیگه باید معلومات بکنید؟ سلامت. من یک چیز دیگر پیش از جوابی سوال بگویم که زیادتر بعض از دوستان ما اگر بعد از این کدام انترویو رو میخواین که سپری بکنن، زیادتر کوشش بکنن که چیزی که سوال میشه، اگر بعض سوال میشه پیشتان، اگر با یک کلمه میتونین جواب بدین، اما یک کلمه را استفاده بکنین. کوشش نکنین با جزئیات برین، چرا که اگر اما قدر در جزئیات برین، اما قدر خودتان تا و پیچ میته و پیشتان زیادتر سوال میکنه که باید معلومات بدین. یعنی از جوابای شما، جوابای طولانی تان سبب از این میشه که کنجکاو شوند، دیگه هم سوال بسازن و پیچانده برن شما را باز. بله بله، همه قسم است. و دیگه در اینترویو سیم دوباره از پیش ما عکس گرفتن. درست، تشکر، یک جان سپاس. در ارتباط به این که وقت انترویو شما با USCIS تکمیل شد، آیا به شما کدام کارت داده شد؟ آیا به شما کدام سرتیفیکیت داده شد؟ آیا به شما جواب قبولیتان آنن گفته شد یا گفتن ذریعه ایمیل برتان میگیم؟ چرا چی اتفاق افتید؟ دقیقا میشه معلومات بدین؟ تشکر. زمانی که انترویو USCIS تمام شد، ما را تقریبا در حدود 2 ساعت بعد از انترویو در مطالعه را که بودیم گفت اگه انتظار بکشین تا که به ما از داخل اول بیاید که کارتان ختم است، با بعد از ما شما را انتقال میتیم از سفارت بیرون میسازیم. ما تقریبا در حدود 2 ساعت داخل خود سفارت بودیم. فکر کنم که نتیجه همون جا اعلام میشه، چرا که زمان که انترویو ما تمام شد، یک چیز را بگویم که اعضای خانواده ما را دوباره خواستند. دقیقاً چند نفر از اعضای خانواده دانا دوباره خواستن به انترویو؟ در حدود 3 نفر از اعضای خانواده ما را دوباره خواستن و بعض سوالایی که در ذهنشان خلق شده بود، یا مستوری را که اینا قصه کرده بودن، از مستوری بعض سوالا پیشان خلق شده بود، دوباره خواستن و ازشان پرسیدن تا قناعت حاصل بکنه و بعد از او باز تمام کردن. و در حدود 1 ساعت یا 2 ساعت ما در داخل خود سفارت موندیم تا زمانی که تاییدی از اونا را دریافت کردیم. و بعد از اون ما را گفتن که شما حالا میتونه رفته باز دفتر باز آیم ما را انتقال دادن تا شد از تشکر یک جهان. وقت شما انترویو USCIS سپری کردین، معمولا نظر به اطلاعات که ما داریم مدیکل با کیسای یا به دارندگان کیسای P1 و P2 داده میشن، آیا به شما هم مدیکل داده شد؟ و این اگه واضح بسازین که مدیکل ذریعه ایمیل داده میشه یا ذریعه تماس تلفنی، تجربه تان با ما شریک بسازین. شکر. سلامت. زمانی که ما از سفارت خارج شدیم، آمدیم به طرف خانه، حدود ساعت های 7 شب بود که از سفارت ما برمیدیم، آمدیم خانه. باز فرداش از دوستای ما گفته بودن که زنگ میاد برتان، زنگ میاد که شما رو مدیکل تان است. منتظر ماندیم تا ساعت 12:01 به ما زنگ نمود. باز یک تن از اعضای خانواده ما رفت به عزیز مدیکل، یک بار لیست چک کردن که اسم ما آمده به خاطر مدیکل یا خیر. زمانی که چک کردن که لیست آمده،
اسمای تمام اعضای خانواده به خاطر مدیکال هست. باز بعد در اونجا گفتن که باید یک فرم از شما رو خانه پوری کنین، بعد اسنادای اولیه ضرورت است که باید برای همراهتان بیارین روز مدیکال. ببخشید، اسنادای اولیه منظورتان از اسنادای اولیه چی است؟ کارت پولیو همراه با کارت واکسین. بسیار عالی. شما کارت پولیو و کارت واکسین کووید 19 را دقیقاً از کجا دریافت کردین؟ کارت پولیو را از شفاخانه پیمز که در جشت موقع داره در بخش وارد اطفالش هست ما از اونجا عکس کردیم، اونجا رفتیم از اونجا کارت پولیو را دریافت کردیم. مجانی میده پولی نمیگیره، رایگان کارت پولیو را از اونجا تسلیم شدیم و کارت واکسین نداشتیم. بعضی از تعداد اعضای خانواده ما در افغانستان که واکسین شده بودن نداشتن، از اونا را کپیش اضافه کردیم و کسایی که نداشتن برشان گفتیم که ما کارت واکسین نداریم و گفتن خیر مشکل نیست. بسیار عالی. یعنی کارت واکسین پولیو باید که از شفاخانه پیمز که در جی 8 موقع داره از وارد اطفالش گرفته شده و کارت کووید 19 به دلیل از اینکه در پاکستان فعلا واکسین کووید 19 انجام نمیشه، جای کارت واکسین کووید 19 را توزیع نمیکنم. و اگر دوستای ما هم کارت کووید 19 افغانستان خود داشته باشه کفایت میکنه، و اگر نباشم با او پیمانه که کارت پولیو جدی است، کارت کووید 19 جدی نیست. بسیار عالی. وقتی شما داخل به خاطر مدیکال رفتین، به کدام شفاخانه رفتین؟ شفاخانه در کجا موقع داره و کدام نوع واکسینا رو شما در اونجا گرفتین؟ کدام نوع تست صورت گرفت؟ میشه در ارتباط با این کم معلومات بدین؟ تشکر. شفاخانه از مدیکال در F6 موقع داره. دوستای ما کسایی که از دوستا رابطه باشه در اسپیشال برانچ یا پلیس راجستریشن در 100 متری هم قرار داره. به نام عزیز مدیکال است، معاینات کشور امریکا در اونجا صورت میگیره. ما زمانی که اونجا رفتیم اسنادای ما رو چک کردن، فرما رو ما خانه پوری کرده بودیم، نمره قطع عکس اون رو تسلیم شدن. بعد از اون یک دستبندای مدیکال به ما در دستای ما نصب کردن. در او تقریبا 5 مرحله بود، باید 5 مرحله را سفری بکنید و بعد از مدیکال تان تکمیل میشه که در او جمله معاینه خونه گرفتن به خاطر فکر کنم به خاطر زردی سیاست و چند امراض دیگه بود و یک اکسری از شش گرفت و دو واکسین نمودن و یک اگزام مدیکال میگفتن که بعض سوالات را میپرسیدن درباره از اینکه شما قبلا تا کدام تاریخچه امراض دارین یا خیر، و دیگه یک بار چک کردن تمام بدن کدام چهره یا کدام مشکل جلدی شما نداشته باشین. یعنی چند مرحله، 5 مرحله که بود یعنی مکمل تکمیل کردن. بسیار عالی، تشکر. در ارتباط به تستا گفتین و در ارتباط به عکس اکسری گفتین، آیا نتیجه ازی با شما شریک ساخته شد یا که مستقیم به ارگان مربوطه داده میشه؟ نه خیر، نتیجه از این امرای ما شریک ساخته نشد. زمانی که پنج مرحله رو ما سپری کردیم، وقتی که میخواستیم از مدیکال خارج شویم، باز باید اونجا دستبنده را یک بار بارکود داره، باید دوره یک بار چک بکنن که شما با بعد از اون میتونین از مدیکال ترک بکنین. از اونجا ما از معلوماتش پرسیدیم که معاینات امرای ما شریک میسازیم، اونا گفتن نه خیر ما نمیتونیم امرایتون شریک بسازیم. اگر کدام مشکل پیش میشه یا خدای نخواسته کسی کدام شک میشه یا کدام مریضی پیدا میشه در این معاینات، باز یا تیم کیار گفت یا تیم آیم امرایتون تماس میگیره، باز براتون معلومات میده. ایران یک جان سپاس، تشکر از همکاریتان، تشکر از وقتتان که به ما دادین و تشکر از معلوماتتان که شریک ساختین با شنوندهای ما. سپاسگزار هستیم از شما. با امید از اینکه سفر بسیار زود خوب و خوش داشته باشیم با تمام اعضای خانواده، موفقیت های هرچی بیشتر با شما میخواییم. در اخیر اگر شما کدام گفتنی داشته باشین، مایک چینل ما در خدمت شماست. سلامت، تشکر از اینکه بر ما وقت دادین تا بتانیم امرایتان مصاحبه را انجام بدیم. و ما یک چیز بخواهیم از طریق یوتیوب چینل شما به تمام دوستا برسانم که دوستای ما که تا هنوز زنگ یا اینترویو را دریافت نکرده باشند، تشویش نداشته باشین، کارا به سرعت جریان داره
نظر به می سه مرحله را که ما سپری نمودیم، اینترویوی موبایلی بود همراه با دو اینترویوی حضوری بود که در سفارت انجام شد و یک مدیکل که در مد عزیز مدیکل سپری شد. در حدود 4 مرحله را که ما سپری کردم واقع تعداد کیس های پی یک پی دو بیشتر بود و کارها فوق‌العاده سرعت داره. انشاءالله به کمترین وقت کارهای ما شما تمام میشه و از این حالتی که در پاکستان داریم و سفری که داره ایستیم انشاءالله به زودترین فرصت از این حالت میبراییم. تشکر یک جهان آقا، با امید از این که روز برسه که ما تمام کیستاران پیک و پیتو را شاهدش باشیم که پروازاشون اسکیجول شده و کشور پاکستان را ترک میکنن و از بدبختی که در مدت زمان بیشتر از یک سال اینجا سپری میکنن از این نجات پیدا بکنن. تشکر یک جهان. شنوندای عزیز، دوستان گرامی، طبق وعده که با شما کرده بودیم ما یک انترویو را با یکی از دوستا انجام دادیم که اونا دارنده کیسی پی یک هستن در پاکستان و با دفتر آرسی اردن انترویو را سپری کردن. یک مصاحبه را با اونا هم انجام دادیم. در به تعقیب از این انترویو انشاءالله او را به دست نشر میسپاریم و خوشبختانه با تلاش بسیار زیاد فراوان بالاخره توانستیم که قسمت دوم انترویوی که با یکی از کیستاران در افغانستان موقعیت داشتن که او را انترویو را قسمت اول شما به نشر رسانده بودیم، قسمت دوم از را ما ثبت کردیم و از نتیجه سفر از او از افغانستان الا به امریکا که خوشبختانه درست پیش اونا به امریکا رسیدن یک انترویو را تهیه کردیم که او را هم انشاءالله به زودترین فرصت به دست نشر میسپاریم. آقای آریان، اگر سوال در اخیر شما داشته باشین مایک ما در خدمتتان است. در غیر صورت خداوند یار و نگهدارتان، وقت خوش. سلامت بخیر باشین. میخوایم در آخر یک چیز را یادآور شم به تمام دوستا از این مرحله را که ما 4 مرحله را که سپری نمودم برتان یادآور شدم. همین مرحله را ما در حدود 25 روز تمام کردیم. در حدود 25 روز من زنگ دریافت کردم، انترویو تلفنی رو سپری کردم، بعد از انترویو سفارت سپری کردم، انترویو اول شب، بعد از انترویو دوم همراه با مدیکال. در حدود 25 الا 30 روزه بگویم در بر گرفت که همراه مدیکال، من بدون مدیکال گفته بودم. در حدود یک ماه ما تمام پروسس ختم شد. نمیره به دوستا بگویم که کار به چنان سرعت داره که نمی 4 مرحله که کیس های پی یک پی دو باید سفری بکنه، نمی 4 مرحله رو من در یک ماه تکمیل کردم و منتظر پرواز هستید انشاءالله. بله بله، حال برای فعلا منتظر. خیلی خوب و خوش به شما میخوایم. وقت خوش، سلامت باشید. سلامت، به یاد خدا باشید. موفق باشید. تشکر، خدا حافظ.